درود بر شما. بیاسید. قربانتون عزیز، در خدمت موضوع برنامه اسلام و یا وطن. ببخشید، من موضوع اسلام است. یک سوالی در من خیلی جالب بود، میخواستم از شما بپرسم. همین در مورد چی است؟ ما برنامه را گرفتیم، ما مجبور هستیم بپرسیم سوالی از شما که برای شما اسلام مهم است یا وطنتان؟ من الان برای شما میگم، برای ما نتولش اولش قبل اسلام مهمتر است. اسلام مهمتر از وطنتان است، درست است؟ بله، بعدش میایم سر در دینی که آره کوتاه به می اندازه، بگذارین کوتاه کوتاه باشه، بعدش را بگذارین هنوز، چون سوال را جواب دادین. خب وقتی برایتان اسلام مهم است، دینی که ادرار پیامبرش نوشیدنی هست برای شما مهمتر از وطنتان هست؟ این از کجا آوردین؟ میشه اینه برای ما ثابت کنید؟ برای ثابت کنم که ادرار پیامبرتان نوشیدنی بوده؟ بله، اینه برای ما ثابت کنید لطفاً. منابع شیعه نیاز، منابع اهل سنت، درست است؟ بله، اهل سنت. اهل سنت هستی، خوشبختانه. بسیار خوب. میریم به طرف منابع دوستان عزیز. چون الان ما خیلی حدیثایی داریم، حدیث ضعیف. نه، من وقتی حدیث را میارم تصحیحش را هم برات میارم عزیز من. تشویش نکن. من در این مسئله، در مسئله دین شما بسیار بسیار حرفای خوب دارم. اصلا نگران نباش. میریم به منابع. مسئله شاش پیامبرتان. اول روایت را میخوانیم، بعد میریم به طرف کتاب ها. از ام ایمن نقل شده است، ام ایمن گفته خودش، نقل شده است که رسول خدا کوزه داشت که در آن ادرار میکرد، بول میکرد، شاش میکرد و هنگام صبح به من دستور میداد که محتویات آن را دور بریزم. شب در کوزه رسول خدا میشاشیده. شبی از خواب بیدار شدم و تشنه بودم، پس تمام آنچه در کوزه بود را نوشیدم. رسول خدا صبح به من دستور داد که محتویات کوزه را دور بریزم. گفتم ای پیامبر، من دیشب بیدار شدم، تشنه بودم و آنچه در کوزه بود را نوشیدم. فرمود از امروز به بعد هیچگاه درد شکم شکایت نخواهی کرد. شاش پیامبرتان شفا می داده. منبع اول، بابش را ببین، باب شفا توسط بول، توسط ادرار. دیدی گلم کتابش، باب شفا توسط بول. الان به نظر خودت یک لازمه منابع را بگویم، هنوز تمام نشده. منابع اول ما بگویم، اسکرین بگین منابع را که به دردت میخورن. یک منبع، منبع بعدی کتاب البدایه والنهایه. میریم به متن کتاب، اینجا آمده در صفحه چندم، صفحه 465، البدایه والنهایه. یک لحظه دوباره صفحه شو بیارم. بفرما عزیز من، صفحه چندم بود؟ صفحه 466 کتاب البدایه والنهایه. کتاب بعدی معجم الکبیر طبرانی، کتاب بعدی کتاب الشفا، کتاب بعدی کتاب بدرالمنیر. برات میتونم خصایص کبرا، برات میتونم 15 تا کتاب معرفی کنم. تمام احادیث هم تصحیح شده، احادیث صحیح الاسناد در خدمت شما. حالا در دینی که شاش پیامبر شفا است، چی شده تو را که از وطنت کرده برات مهمتر است؟ الان اجازه میتیم ما صحبت کنیم؟ بله بفرمایید. خب الان ما خیلی حدیثایی داریم، بیشتر از حدیثایی که هست در وارد حضرت محمد صلی الله علیه و سلم خب دروغن. خیلی از منافقان کم بودن دمی حدیث کلان، یعنی فکر میکنن در وارد حضرت محمد صلی الله علیه و سلم این حدیث درستن و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم کسی که راجب به دروغ بگن جای خود در کجا آماده که در جهنم آماده کنم. به نظر شما این حدیث درستن؟ بله، حدیث تصحیح شده. ما حدیث رو میارم که تصحیح شده است. تصحیح شده، یعنی صحیح دانسته شده توسط محدثین شما. ما حدیث ضعیف را نیاوردم، حدیث ما تصحیح شده است. خب آیا شما حاضر هستید بول پیامبر را نوش جان کنید؟
نه موچه رو نوشی جان کنی، ولی وقتی حدیث صحیح باشه ما 100% قبول داریم. وقتی که حدیث صحیح نباشه، نه عزیز من، حدیث صحیح الاسناد است. یک بار دیگر ما برات میگم صحیح الاسناد، نه ضعیف الاسناد. ما برات کتابای را گفتم، اینا کتابهایی هستند که حدیث را تصحیح کردن. آیا حاضر هستی بول پیامبر را نوش جان کنی؟ نه. برای چی؟ به خاطر اینکه نوش جان کردن، گفتن شفا میده. اگر شفا میده حاضر نیستی این کار را انجام بدی؟ ببین برادر گرامی، او در زمان بوده اون شاد، حالا اشتباهی فکر کرده آبه. خب اون اشتباهی اگه خودت نه نه پیامبر برش گفته که شکمت بعد از این درد نمیکنه. باب شفای ادرار پیامبرتان است، بابش به نام باب شفا یاد میشه. آیا حاضر هستی به خاطر شفا و دل دردید شاش پیامبر را نوش جان کنی عزیز من؟ حالا من اینه چند بار بهت بگم؟ نه تو میگی نه، پس اگر نه پس به پیامبرت اعتماد نداری، پیامبرت دروغگو بوده. ولی اگه حدیث درست بوده حتما 100% ما قبول کنیم. اگه حدیث درست نبوده این عزیز من، رجال صحیح یعنی همه راویان صحیح الاسناد هستن، همه راویان. اگر حدیث صحیح بود، اینم حدیث صحیح هست، آیا قبول داری بعد از اینکه حدیث را در کتاب معجم الکبیر تبرانی برای تصحیح کردم که رجالش همه صحیح هستن، همه رجالش صحیح هستن، آیا شاش پیامبر را به خاطر شکم دردی نوش جان میکنی؟ الان شما آقای محترمی کتاب از کجا آوردین؟ کتاب را از کجا آوردم؟ بله. این چه سوالی است؟ کتاب از شما است؟ نمیدونی تبرانی چه کسی است؟ خب میدونم. خب بالاخره خیلی کسایی باشه شاد امین اشتباه نوشته باشه. جان دلم، من تصحیح روایت را برات میارم. میدونی تصحیح روایت یعنی چی؟ بله ها میدونم. خب روایت که تصحیح شده چه فرقی میکنه برایت از کجا آمده؟ خب اولی کار منظورم رو فهمیدیم چی گفتم براتون؟ بله فهمیدم. جزاکم الله خیر. بلی من وقتی میگم اگه حدیث صحیح بود ما اون 100% قبول داریم با جان دل. حالا من ثابت کردم برایت از کتابایتان که حدیث صحیح هست، پس حالا تو هم جرأت کو بگو بله من شکم درد باشم اگر ادرار محمد باشم نوش جان میکنم. ببین اگر ادریس اگر احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم درست بود ما قبول داریم. نه اگر چی وقتی من ثابت کردم عزیز من، به پیامبرت اعتماد داری؟ نه 100% ما قبول داریم. پیامبر اعتماد داری؟ برایت ثابت کردم که حدیث صحیح الاسناد است. اوکی ما 100% ما قبول داریم. بله آیا با همین اعتماد به پیامبر صادقانه همینجا اقرار میکنی که اگر مریض باشی به جای اینکه بری ادویه بگیری شاش پیامبر باشه میمیشی؟ اگر ببین اگر درست باشد حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و خاک پاش بس الان بذاریم. تشکر امیر، من خواستم از زبانت بشنوم. ذکریا جان، ذکریا جان.